رساله پولس رسول به رومیان رومیان فصل اول از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است خدا انجیل را مدت ها پیش به وسیله پیامبران خود در نوشته های انبیا وعده داد این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرت بزرگ ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از عیسی مسیح شوید من این رساله را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم فیض و سلامتی از طرف خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما باد پیش از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکت روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم مقصدم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه پشتیبان همدیگر باشیم شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما ای برادران نمی خواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است من خواستم همان طوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم زیرا من در برابر همه از مردم پیشرفته گرفته تا وحشیان از روشنفکران گرفته تا نادانان دینی به گردن دارم بنابراین شوق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم زیرا من از انجیل خجل نیستم از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهودیان و سپس غیر یهودیان زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را عادل می‌شمارد و این پایه ایمان است و بر ایمان بنا شده است چنان که نوشته شده است شخص عادل به وسیله ایمان زندگی می‌کند غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردم نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است بروشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابدا عذر ندارند اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن طوری که شایسته او است او را تکریم و شکرگزاری نکردند در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است در حالی که
ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای ابدی را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یک دیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، خالقی که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازات را که سزاوار چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امر ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و بدیتی پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یک دیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، ظالم و مغرور و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم، بی وفا و بی محبت و بی رحم هستند. و با وجود این که حکم خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می